کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار از بارسلون در اسپانیا با شما صحبت میکنم. ورود ما به این شهر، شهری که در واقع به نظر من یکی از زیباترین شهرهای دنیاست، معماری عجیب و غریبی داره. با اینکه مثلا فکر بفرمایید که اساس این شهرسازی 200 سال پیش بوده، ولی کن امروز با امروز میخونه، همه چیزش درست شده برای امروز، برای قرن 21. این شهر عجیب و غریب وقتی ما پشت توش گذاشتیم میبینیم که همش تظاهرات است و نمیدونم شعار است و جمعیت است و همین صحبته. چرا؟ چون انتخابات داره در این ایالت و در این شهر برگزار میشه. کاتالونیای اسپانیا یک قسمت از اسپانیا است که خودمختاره. اینا در واقع میخوان که از خاک اسپانیا جدا بشن، جدایی طلب هم هستن. با اینکه انتخابات چند سال پیش، 3-4 سال پیش برده بودن، ولی که این جدایی هیچ وقت صورت نگرفته. بنابراین انتخابات همیشه در بارسلون و این ایالت حساسه. و جالب اینه که در دو مورد خاص من در این تظاهرات شرکت کردم. خب کار من کار خبریه، اومدم ببینم که این جدایی طلبان اسپانیا چطور میخوان این قسمت زیبای اسپانیا رو از این کشور جدا بکنن، و بنابراین انتخابات چون خیلی خیلی حساسه. دیروز تظاهرات کمونیستا بود. حقیقتش این که من وقتی وارد خیابون شدم، خب نمیدونستم چه خبره، وارد خیابون شدم دیدم خیابونای اصلی رو بستن و کنار اون دیدم که جمعیت، حالا میبینید که میشه تقریبا حدود کمتر از 1000 نفر هست، ولی که شاید 1000 تا پلیس اونجا بود، هلیکوپتر رو هوا بود، ولی مردم کنار خیابون نشستن تو کافه داشتن به اصطلاح لذتشون رو میبردن، غذا میخوردن، نوشیدنی داشتن. خلاصه زیاد کاری به تظاهرات نداشتن. همینطور که من رفتم جلو دیدم که تظاهرات کمونیستاست و علیه فاشیستا در واقع دارن این تظاهرات رو برگزار میکنن در آستانه انتخابات. چون این گزارش من توجه بفرمایید و تمام خیابان‌های منتهی به تجمع تظاهر کنندگان بسته شده تا اینا آزادی و چی میگن محیط کافی به اندازه برای تظاهرات خودشون داشته باشن. جلو ورود و مرور اتومبیل ها بسته شده. میریم به سمت تظاهرات. خیلی خوب، حالا ما دقیقا اینفورمیشن رو گرفتیم. کمونیست ها هستن، حزب کمونیست اسپانیا این تظاهرات رو به راه اندازه. بله خانم شروع، خانم ها میگن که به اندازه تعداد این کمونیست ها نیستن، به اندازه تعداد تظاهر کنندگان پلیسه. درست میگه، درست میگه، کاملا درست میگه. خب حالا این کمونیست ها هستن که دارن تظاهرات میکنن و صداشون پخش میشه، حرف میزنن، اعتراضاتشون رو مطرح میکنن و به این میگن که دموکراسی. نه این همه پلیس اومدن
با تعجب کنم، من هم سروخانم تعجب میکنیم که این همه پلیس و هلیکوپتر و اینا فقط برای محافظت از این تظاهرات. آره اینا تای تظاهراته، ولی که باور کردنی نیستش که این همه نیرو و این همه پلیس هست برای محافظت از اینایی که تظاهرات بکنن. باور بفرمایید، نگاه کنید دیگه، این در تظاهرات و آخر تظاهرات ببینید اینه کل قضیه، اینه شاید 1000 نفر، نه نمیتونه 1000 نفر باشه، ولی خب اینا آخون ندارن که بترسن که به گلوله ببندندشون. خب من امروز صبح روزنامه محلی اسپانیا رو خوندم، میگشتم ببینم که پلیس چند تا چشم کور کرده و تظاهر کنندگان، نگاه میکردم ببینم که چند نفر دستگیر شدن، ببینم پلیس چند نفر رو از راه نزدیک با گلوله زده و کشته. چون ما عادت کردیم وقتی تظاهرات میان در ایران هست، در آخرش اینه که یه عده کشته میشن، یه عده کور میشن، یه عده فلج میشن، تازه بعدش هم یه عده زندانی میشن و تو زندان اعدام میشن. متاسفانه یا خوشبختانه بعد از تظاهرات دیروز کمونیستا، من چنین خبرهایی در روزنامه‌های محلی بارسلون اصلا و ابدا ندیدم و خیلی جالب بود. شاید نمیدونم یه درسی باشه، یه نمیدونم یک الگویی باشه برای آخونده که در این روزهای آخر زندگیشون ببینن یعنی چی دموکراسی، یعنی چی انتخابات، یعنی چی. امروز اتفاقا باز رفتم تظاهراتی بود که گفتن سوسیالیستا دارن برگزار میکنن، بودم که حالا دیروز به حسب تصادف ما کمونیستا رو دیدیم، حالا بریم سوسیالیستا چیکار. البته یاد کنم در این بارسلون و این ایالت بیشتر چپی ها قدرت دارن و انتخابات محلی رو کرسیاشو بیشتر چپی ها در اختیار دارن. حالا میریم یه جای دیگه، البته با فاصله تقریبا 1 کیلومتری تظاهرات دیروز کمونیستا در یه میدونی در همون نزدیکی ها سوسیالیستا تظاهرات برپا کردن. نگاه کنید. خب خانم آقایان، گزارش دارم از انتخابات بارسلونا. ایالت کاتالونیا در نسبتی از اسپانیا سالهاست که تقاضای جدایی از این کشور می‌کنه، جایی که مرکزش بارسلونا، یکی از زیباترین شهرهای جهان، و اینها میخوان از اسپانیا جدا بشن با اینکه اکثریت آرا را در انتخابات گذشته به دست آوردن، ولی نتونستن به این جدایی در واقع شکل بدن و رهبر جدایی طلبان اسپانیا مجبور شد که از اسپانیا فرار کنه و بره بلژیک. انتخابات این روزها در اسپانیا حرف، یعنی در واقع در از ایالت کاتالونیا حرف اوله میزنه، چون منتظرم ببینن که باز جدایی طلبا در مجلس ایالتیشون، ایالت در واقع خودمختاره، اکثریت به دست میارن یا نه. در این روزها میبینیم که انتخابات و اجتماعات انتخاباتی در بارسلون زیاده. دیروز گزارش که چند لحظه که شما دیدید در واقع دیروز اتفاق افتاد که کمونیستا حزب کمونیست این منطقه تظاهرات داشت و امروز سوسیالیستا و با نظم خاص خودشون، حتی اونایی که تقاضای جدایی رو میکنن میخوان از خاک کشور جدا بشن، همین دستور و آرامش و آرامش و موسیقی و رقص و شادیه. این چیز قرار است که با باتون باشه، با ساشوه بزنن، چه سی چشمان کسی بگیره توی مخالف هستن بود کنن، یا در خیابون با گوله بزنن یا بعد زندان کنن و بعد اعدام بکنن. نه، حتی جدایی از خاک اسپانیا هم داره با سرخ و تفاهم و موسیقی انجام میشه و حتی کنی که در یه کاری از موارد جلوی طلبه اکثری تو دست میگرن، بلکه خود کل قضیه اروپا اتحادی اروپا چنین جدایی رو نمیپذیره و همه چی دستور رو سپاس برمان. نگاه بکنیم به
در واقع تظاهرات سوسیالیست ها در بارسلون در اسپانیا. انتخاباتمون در مجلس تموم شده بود و نماینده های مجلس دورشون تموم شده بود و نماینده های جدید در خدمت جناب آقای خامنه ای رهبر معظم انقلاب فرمودن که خیلی راضی بودم از دور قبلی مجلس، چون با دولت خوب همکاری میکردن. باید یه جوری باشه که دولت حرفش با مجلس یکی باشه، یعنی همه حرفات ما حرفای من باشه، هرچی من گفتم. و بعد اسم اینم میذارن انتخابات و دموکراسی و چیز. خود آقا علنا میگه که باید یه دست مخالف صحبت نکرد، رقیب دولت نباید مجلس باشه. و تایید میکنه و تشویق میکنه نمایندگان دوره قبل که میگه که باریکلا کارشون خوب بود که تونستن که لایحه مسئله اتمی رو تصویب بکنن و دید نتیجهش هم چقدر خوب بود. منظورشون آقای خامنه همون لایحه بودش که یا طرحی بود که مجلس تصویب کرد مبنی بر این که غنی‌سازی اورانیوم محدودیت نداره، اون 3% بشه 20%، که حالا شده 60%. و میگه نتایجش هم دیدیم. من نمیدونم چه نتیجه ملت دیدن از تصویب این طرح مربوط به از بین رفتن محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، چون تحریم‌ها بیشتر شد، بدبختی‌های مردم بیشتر شد، تورم به خود اعلام می‌کنه خودشو 5.5% در 7.5%. من نمیدونم چه چیزی خوب شد با تصویب این طرح. اونم انتخابات، اینا هم انتخابات در اونم چه کسایی؟ کسایی که بخوان به اصطلاح این ایالت که مرکزش بارسلونا است از اسپانیا جدا کنه، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ اتفاقی نمیفته. مردم در طول استقا میرن تظاهرات شروع میکنن، رأی شروع میدن و اخوان رأی مردم. حالا ما که اسپانیا آمدیم اتفاقی دیگه هم افتاد عجیبه ها، و اون اینکه یک جت فانتوم اف 18 در یک پایگاه هوایی سقوط کرد. و البته دیدم تو خبرهای امروز نشریات و تلویزیون های اسپانیا بود، علی خوشبختانه جته در خود پایگاه سقوط کرد و خسارت جانی به غیر نظامی ها وارد نکرد. این از گزارش من از سفری که در اسپانیا دارم و یه سفر خبری شده. اما بیشتر از من و بهتر از من آقای حسن رجب نژاد اسپانیا رو میشناسه، چون من برای اولین باره که به بارسلون میام، ولی که ایشون اینجا بودند و میدونند و مدت زیادی اینجا بودند. حالا گذشته از بارسلون، مسئله تاریخ معاصر ما یه چیزه همیشه آقای حسن رجب نژاد مطرح میکنه که برای همه ما شنیدنیه. ایز فرمه پیما رو ببینیم و برگردیم بشینیم پای صحبت جناب آقای حسن رجب نژاد، جیل مرد خودم با ما بود. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike.
The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408 866 6400. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خوش و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408 247 48 88. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408 241 3755. Unique sophistication and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved one. گلفروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها جهت جشنهای نامزدی، عروسی، تولد، مناسبتهای گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن.
این گزارش خبری من از بارسلون در انتخابات بسیار بسیار مهمی که صحبت از تمامیت ارضی اسپانیاست، که میدونیم که سالیان ساله که به اصطلاح چند ایالت این کشور باسکا مبارزه مسلحانه کردن، نمیدونن مبارزات سیاسی کردن، حتی رأی آوردن که این ایالت از اسپانیا جدا بشه و اتحادیه اروپا قبول نکرد و دموکراسی سر جاشه. اون فعالیت‌ها و اون زد و خورد‌ها و کشت‌وکشت‌ها ما 20 سال اصلا خبری دیگه ازش نیست. رفتن تو جریان صلح‌آمیز و مسائل انتخاباتی اینا. حالا آقای حسن آقای رجب نژاد گرامی، ضمن عرض سلام خدمت شما میخواستم شما یه تیکه‌های به این گزارش‌هایی که من داشتم امروز از نظر آزادی و دموکراسی اضافه کنید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. سلام بر شما، سلام بر همیهنان عزیز. امیدوارم که آقای دلدار در شهر زیبای بارسلونا به شما خوش بگذره. شما از آزادی و دموکراسی در اسپانیا صحبت میفرمایید، ولی این آزادی و دموکراسی پس از یک دیکتاتوری 40 ساله خونبار آقای ژنرال فرانکو به دست اومده با جان فشانی های مردم، و میبینید که در جنگ های داخلی اسپانیا که در زمان فرانکو صورت گرفت هزاران نفر کشته شدن، هزاران نفر تیرباران شدن، از جمله گارسیا لورکا شاعر بزرگ جهان میشه گفت در همین جنگ های داخلی دستگیر و اعدام میشه. حالا که شما در بارسلونا هستید، بدونید که این بناهای مثل کلیساها و بناهای تاریخی بسیار شگفت‌انگیزی که در بارسلونا هست توسط آرشیتکتی به نام گاودی ساخته شده، از جمله اون کلیسای معروف ساگرادا یعنی کاتدرال مال بارسلونا در سال 1884 میلادی توسط همین آقای گاودی شروع شد ساختمانش، و اگر اونجا برید و توجه کنید هنوز هم ساختمان این کلیسا ادامه داره. یکی از شگفتی‌های هنر معماری رو شما در این کلیسا، نه در درون کلیسا آقای دلدار، بلکه در بیرونش می‌بینید که واقعا شگفت انگیز هست. حالا آقای رجب چیزی که در نظر توریستی ما امروز رفتیم اون کلیسا رو، رفتیم اونجا دیدیم که تا دو روز آینده جا ندارن، یعنی از خودتوشم هزاران نفر میرن تو، دیگه ظرفیت نداشت که ما باید بلیتی میخریدیم برای دو روز دیگه، بعدش هم تقریبا اگه بخوام به یورو رو تقریب بکنم به دلار، هر نفر 25 دلار هم میگرفتن. شما نمیدونید چه توریستی، چه صفی، چه جمعیت تو این چیزی که شما میفرشید فنگیزه نظر معماری این کلیستا وجود داشت. بفرمایید. بله، من در سال 11 سال پیش اونجا بودم، اون زمانی که من اونجا بودم، البته من در ماه فوریه اونجا بودم و مجانی بود، الان خب پولیش کردن. و بعد من خوندم شما گفتید که مردم هیچ جا دلار رو قبول نمیکنن، همه یورو میخوان. زمانی که ما اونجا بودیم اصلا همچی چیزی مطرح نبود، من نمیدونم چرا اینا دلار رو حذف کردن و به جاش یورو گذاشتن. به هر حال حالا دیگه شما اینو خوندید، اینم اضافه کنم دلیلشو، ما داشتیم یه جا عکس میگرفتیم، یه دونه از این دلقک‌های خانمای دلقک که حامله هم بود اومد واسات که تو عکس ما عکس ما باش بگیریم، خب اومد گفت بذار حالا یک دو دلار بهش بدیم، ما دو دلار من به این دادم قبول نمیکرد، گفت دلار نمیخوام، هر چی بهش گفتم حامله هم بود، پس شکمش نشون میگفت برای این بچه به من پول بده، گفتم این پول دلاره، گفت نه این پول خوب به من بده. دلار از نات بود که ادعای دلار قبول نمیکرد. به هر حال اونجا هستید، یکی از دیدنی های بارسلونا بازار میوه فروشانش هست. شما وقتی میرید تو این بازار حیرت میکنید که این دکوریشنی که اینا از میوه ها درست میکنن درست مثل تابلوهای نقاشی است، بسیار بسیار شلوغ هست و واقعا یکی از جاهای بسیار دیدنی است. جای دیگری رو که آقای دلدار توصیه میکنم حتما برید، از طریق قطار شهری میتونید برید و با بارسلونا حدود نیم ساعت فاصله داره، یه شهری است کنار دریا به نام سیتجس، و این شهر رو
بر بالای تپه ایست کنار اقیانوس و من اولین شهری در جهان هست که دیدم که درخت نخل در کنار این دریا قرار گرفته و امواج میان به این درخت‌های نخل می‌خورن و اونجا سرشار از درختان پرتقال و لیمو این هاست و این شهر بر بالای یک تپه هست که دارای خیابون‌های تنگ سنگ فرش هست ولی سر تا سر این خیابون رو گلکاری و گلبارون کردن، یعنی سر تا سر این خیابون رو از بالا گلدون‌های با گل‌های آویز آویخته هست و در کنار این پیاده رو هم سرشار از گل هست. یک جای دیگر هم که باید برین در همین شهر استیچس، حتما از غذاهای دریایی اونجا استفاده کنید که بسیار بسیار تازه است و رستوران هایی هست که بر روی چوب هایی ساخته شده. وقتی شما در رستوران نشستید این موج میاد از زیر پاتون و خیلی زیباست، اونجا رو حتما برید ببینید. به هر حال امیدوارم که در اونجا به شما خوش بگذره. یک مسئله دیگه هم که حتما رقص فلامینگو رو در یکی از کلاب هایی که در همون خیابونی که از این لا رامبلا معروف است که مرکز توریست ها هست، حتما رقص های فلامینگو رو در اونجا ببینید و نمایشگاه نقاشی سالوادور دالی هم یادتون نره. اینا از جاهای بسیار بسیار دیدنی است. برای اینکه هزینه تون کم بشه و بتونید همه جاها رو ببینید، در این شهر از این اتوبوس های دو طبقه بدون سقف است، یه پول مختصری میدین شما رو میبرن به این جاهای دیدنی رو که نمیشناسین نشون میدن و خیلی خیلی زیباست. به هر حال امیدوارم بهتون خوش بگذره. اون رفتیم اتوبوس بعد 45 سال من سوار اتوبوس دو طبقه شدم. 45 سال ما بعد ایران اومدیم دو طبقه، اصلا چه کیفی کردم، اش فکر کنم تو تهرانم. بله بفرمایید. حالا جناب بله عرض کنم که قبل از این که آقای دلدار به تاریخ کندوکاوی در تاریخ کنیم، اجازه بدید من یه خبری رو براتون نقل کنم. نوشته است که 48 تخته فرش بسیار نفیس که در ساختمان حافظیه مجموعه سعدآباد وجود داشت از این ساختمان خارج شده، دزدیده شده. ارزش فقط 10 تخته از این فرش های نفیس 127 میلیارد تومان برآورد شده. فقط 10 تاش، اینا 48 تاش رو دزدیدن. خبرگزاری فارس که یکی از این خبرگزاری های دولتی هست این خبر رو منتشر کرده و نوشته که این فرش ها در زمان ریاست جمهوری روحانی از اینجا به سرقت رفته. پس چه تالایی چی نگفتن؟ بله این تصفیه حساب هایی، الان تصفیه حساب هایی رو که دارن با همین گروه ها میکنن به افشاگری یکدیگر دست میزنن. اما شاهدان عینی گفتن که در سال 95 این فرش های گرانبها رو با یک دستگاه وانت مزدا ریختن توش و بردن، اما معلوم نیست که چه کسی اونها رو برده. این فرش های ارزش گذاری شده بر اساس قدمت تاریخی اونها، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی که داشتن، همونطور که گفتم میلیاردها تومان ارزش داشته و فقط 10 تختش 127 میلیارد تومان ارزش گذاری شده. این فرش ها در زمره نفیسترین فرش هایی بود که در مجموعه سعدآباد نگهداری می شد و متعلق به سبکی هست که به سبک مشهدی اماوغلی اصفهان معروف است. یعنی واقعا یک پدیده بسیار بسیار گرانبهای هنری است. عرض کنم که و قدمت اینها به دوران قاجار می رسه. دزدان مؤمن و نمازخون پس از فروش آب و خاک و جنگل و دریا، حالا به میراث‌های فرهنگی ما چشم دوختن و هیچ بعید نیست آقای دلدار که فردا پس فردا هم بشنویم که جواهرات سلطنتی رو دزدیدن توسط این غارتگران اسلامی و همشون به یغما رفته. هیچ بعید نیست که
همچین اتفاقی هم بیفته. به هر حال اینکه چگونه باید از این سرطان بدخیمی که همه اندام‌های میهن ما رو در بر گرفته خلاص بشیم، این برمیگرده به از جان گذشتگی و از خود گذشتگی فرزندان میهن ما. این سرطانی است که به قول یک شاعر که میگه تو مپندار که در فکر تنم، نگران سرطان وطنم، او که بیمار شود ما همه نیز، من که بیمار شوم یک بدنم، وطنم از تن من خسته تر است، درک کن درد مرا از سخنم، به تو سوگند که از غصه خیش لحظه پیش تو هم دم نزنم، من شفا می طلبم بهر وطن، نه شفای بدن خیشتنم. شعله شهر فرو خفت ولی من پی شعله برافروختنم. این دزدی میلیاردی، البته شاعر این شعر سال پیش هم فوت کرد از سرطان، آقای مشتبه کاشانی هست. بله، این در بستر بیماری بود و این شعر رو در بستر بیماری گفتن. این دزدی میلیاردی در زمانی صورت میگیره که میلیون ها نفر از وطنمون واقعا در سفره خالی دارند، شرمنده زن و فرزندانشون هستند و هر صدای اعتراضی با گلوله پاسداران اسلام در گلو خفه میشه. ما در مصیبتنامه عطار نیشابوری یه شعری هست که انگار این روزگار امروزی ماست، میگه که گفت در قحط نشابور ای عجب، میگذشتم گرسنه 40 روز و شب. در قحط نشابور 40 روز گرسنه بودم و میرفتم، نشنودم هیچ جا بانگ نماز، نه دری بر هیچ مسجد بود باز. این امین امروز شد که مردم از هرچه دین و آیین و اینها بیزار شدند، نشنودم هیچ جا بانگ نماز، نه دری بر هیچ مسجد بود باز، من بدانستم که نان نام خداست، پایه جمعیت و آرام ماست. عطار همینجا میگه که اسم اعظم خدا نان هست، اینه که روزگار امروزی مردم ایران. و حیرت انگیز اینجاست که همین دزدان، همین غارتگران فردا به زیارت خانه خدا خواهند رفت، احرام خواهند پوشید، دور کعبه طواف خواهند کرد و الله الله گویان به شیطان سنگ خواهند زد، در حالی که خودشون نماد عینی اهریمن هستند، نماد عینی شیطان هستند. در شیطان وقتی اینا سنگ میزنن آخوندا به شیطان، شیطان اعتراض میکنه میگه تو چرا سنگ میندازی، تو که از مایی چرا سنگ میندازی. واقعا میرن خانه خدا تا برگردن و از خدا برگردن. این داستان این مؤمنان غارتگر هست. بله، در تذکرة الاولیای عطار در مورد همین رفتن به خونه خدا میخونیم که بایزید بسطامی یک بار عزم حج کرد و منزلی چند برفت و باز آمد، رفت میخواست بره حج، یه چند منزل رفت برگشت، گفتن تو هرگز عزم فسخ نکرده ای، این چون افتاد؟ گفت در راه زنگی دیدم، یعنی یک آدم سیاه پوستی رو، در راه زنگی دیدم تیغی کشیده، مرا گفت اگر بازگردی نیک و اگر نه سرت از تن جدا کنم. پس مرا گفت خدای را به بستام گذاشتی و روی به کعبه آوردی. چقدر زیباست که آقا خدای تو در همین بستام هست، چرا میخوای بری کعبه؟ نقل است که مردی پیش او آمد و پرسید کجا میروی؟ پیش همین بایزید بسطامی که یکی از مشایخ بزرگ عالم تصوف ایران هست، مردی پیش او آمد و پرسید کجا می روی؟ گفت به حج.
گفت چه داری؟ گفت 200 درم. گفت به من ده که صاحب عیالم و 7 بار گرد من بگرد و بازگرد که حج تو این است. گفت چنان کردم و بازگشتم. این رو در تذکرة الاولیاء عطار میتونیم بخونیم. بگم اونم زمان اجازه فای آگهیا رو ببینیم چون الان خدا فرما بر علامت میده که وقت آگهیا است. مطلب نگه دارید هم یادتون نره آگهیا رو میبینیم بعد گیر خدمتتون. بسیارم خوب. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استیونز کریک بولوارد روبروی هاندای استیونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کتبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه‌گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خوش و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888.
شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. برمیگردیم مجدد به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی. شما خانم آقای ایرانی هموطن بسیار بسیار عزیز و گرامی. خب جناب آقای حسن، آقای رجب نژاد نازنین، داشتید میگفتید که کعبه همینجاست، دوروبر ماست، کعبه ای که قراره که دوروبر محلمون خونمون بگردیم و اون پولی که قراره که در این راه خرج بکنیم، بزرگان ما گفتن که بهتره که اول از همه به خودمون برسیم. ادامه میدادید که وقت آگهی ها پیش اومد. متشکر میشم که بله در این باب یا باب بعدی سخن بگید که واقعا شیرین. خواهش میکنم. شما ببینین آقای دلدار، در همه متون ادبی ایران از سعدی بگیرید تا کلیله و دمنه و مرزبان نامه و گرشاسب نامه، هر کدام از این متون بعد از اسلام رو، متون ادبی رو که میخونین، همه سخنها بر سر همین هست. بارها گفتن که آقا حج شما همین هاست، شما اگر گرسنه ای رو از گرسنگی نجات بدید و بیچاره ای رو سر و سامان بهش بدید، از حج اکبر بهتر است. بارها گفتن شما گلستان سعدی رو بخونین، بسیار داستان ها در این زمینه داره. به هر حال اون چیزی که من امروز میخواستم مطرح کنم و این بحث ادامه داری خواهد بود، این است که آقای دلدار، یکی از خسارت های بسیار بزرگی که پس از اشغال ایران توسط اعراب به کشور ما وارد شد، گسست های تاریخی و فرهنگی هست. یعنی فاصله افتاد بین زمانه ها و در طول همین هزار و چند صد سال گذشته ایران بارها و بارها مورد هجوم اقوام ترک و تاتار و قبایل گوناگون قرار گرفته. کسانی اومدن کشتند و سوختند و همه یادمان های ما، همه میراث‌های فرهنگی ما رو نابود کردند و رفتند. در این آمدن‌ها و رفتن‌ها و تاخت و تازها، علاوه بر اینکه جان و جهان هزاران انسان ایرانی تباه شد، به باد فنا رفت، بلکه یک گسست تاریخی در ادوار مختلف، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر تاریخی به وجود اومد که از همه مصیبت بارترینش همین گسست های فرهنگی بود. ببینید که اعراب 216 سال به طور مستقیم بر ایران حکومت کردند. این دوره رو به عنوان دو قرن سکوت معروف هست که جناب عبدالحسین زرینکوب کتابی تحت عنوان دو قرن سکوت نوشته و این دوران رو به خوبی تبیین کرده. در این دوره دراز 216 ساله در میهن ما هیچ فیلسوفی، هیچ شاعری، هیچ نویسنده‌ای به وجود نیومد و
این فاصله رو، این گسست رو فردوسی بزرگوار اینطوری شرح میده. میگوید که بشد خار هر کس که بود ارجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گشته بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. زیان مردم رو، خساراتی مردم وارد میکنند و به دین رو، مسئله دین رو مطرح میکنند. بریزند خون از پی خواسته، خواسته در لغت به معنای ثروت. بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار مهان کاسته. انسان فرهیخته، انسانی که می اندیشه، روزگار تلخی رو خواهد داشت. فرومایگانی از این سو و آن سوی دنیا به ایران تاختند که متاسفانه در زمانه ما یک نمونش رو الان ما میبینیم، همون هیولاهای فرومایی که فردوسی از اونها به نام مارخار اهرمن چهرگان یا زاخساران بی آب و رنگ یاد میکنه. همان زاخساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ. انگار که داره روزگار امروزی ایران رو تصویر میکنه و میبینید که همین فردوسی بزرگوار با داغ و حسرت از فرومایگانی که بر تخت قدرت تکیه زدن سخن میگه و میفرماید هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز به راز. این دیوها دستشون بازه برای انجام هر عمل جنایتکارانه ای. یعنی انگار که این هزار سال پیش پیشبینی کرده که بر ایران چی خواهد رفت. ندانست جز کجی آموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن. سرانجام می‌فرماید که نشان شب تیره آید پدید، رگ روشنایی بخواهد برید. ظلماتی رو که بر ما مستولی خواهد شد این پیش بینی کرده. گویی که آقای حسن رجبی جان، شما داشتی اینو میگفتی، من یه ذره رفتم تو فکر، شاید خارج از بحثتون باشه، ولی ببینید شما صحبت از فردوسی میکنید. مثلا فردوسی خب 329 به دنیا آمده و یعنی در واقع 300 سال بعد از اسلام و خب 411 هم فوت کرده. توی فاصله بعد از فردوسی، درست شما درست میفهمید، بعد از فردوسی ما بینیم مثلا نظامی هست، اینا میان بعد از اونه و کاملا فردوسی قشنگ اون زمان رو با این زمان قشنگ پیشبینی کرد. درست همون اتفاق بعد از هزار سال افتاد. بله، پیش بینی کرد. خب اینایی که الان من همینجا خواهم گفتش که در فاصله این گسست های فرهنگی چه کسانی به وجود اومدن. ببینید که متاسفانه این گسست فرهنگی در این 1400 سال گذشته کم و بیش ادامه داشته. میبینیم که پس از تشکیل حکومت ایرانی صفاریان، طاهریان و سامانیان، فرهنگ و زبان فارسی مثل ققنوسی آهسته آهسته از خاکستر خودش سر برمیاره. شاعرای میان مثل حنظله بادقیسی، ابوشکور بلخی، مخصوصا دقیقه طوسی که پیشگام شاهنامه نویسی قبل از فردوسی بود و وصیف سگزی و ابوسلیک گرگانی و رودکی، یکی از بزرگترین شاعران فارسی بود. حالا همین اینجا شکم اینه، فقط این می‌خواستم این سوال. ببینید رودکی اگر اشتباه نکنم 118 بعد از هجرت به دنیا آمده، یعنی اول قرن دوم. خب
خب وقتی که میگه 200 سال سکوت، بلکه ما رودکی رو میبینیم که در آغاز به اصطلاح قرن دوم اومده و به عنوان اولی شاعر ایرانی هم شناخته شده. پس رودکی رو چجوری حساب نکرده آقای زرتوب؟ در فاصله این گسست‌های تاریخی استثناءاتی هم وجود داره. ما حالا اینجا توضیح میدیم که چطور این استثناءها به وجود شما ببینید که زمانی که مغول‌ها ایران رو فتح میکنن و اون همه کشتار و ویرانی راه میندازن، بعد از اینکه کشتارها به پایان میرسه و حکومت‌های مغولی در گوشه و کنار ایران شکل میگیره و مملکت به یک سامانی میرسه، البته سامانی به همون شیوه مغولی، میبینی که ما شاعران و نویسندگان بزرگی به وجود میان. الان اینجا من توضیح میدم، میبینید که بعد ما میرسیم به دوره غزنویان و سلجوقی ها. اینا اگرچه این دوتا خودشون ترک نژاد بودن، ولی در دربارشون زبان پارسی دری صحبت میشده و همه امور دیوان به زبان پارسی بود. و ببینید که در دربار سلطان محمود غزنوی بزرگمردی مثل ابوالفضل بیهقی یا بزرگمرد دیگری ابونصر مشکان، اینها جزو ستونهای استوار فرهنگی مملکت ما هستند، اینها جزو کاتبان دربار سلطان محمود غزنوی بودند. و بعد ببینید که شاعران ارجمندی چون سنایی، فرخی، مسعود سعد سلمان، فردوسی، منوچهری، ناصر خسرو، نظامی گنجوی و انوری به وجود میان در این فاصله دوتا بین سلجوقیان و غزنویان، تا میرسیم به عصر مغول و تیموریان و اتابکان که باز دوچار یک گسست فرهنگی میشیم و همونطور که توضیح دادم در پایان که مملکت به سامان میره، کسانی میاد به وجود میاد مثل عطاملک جوینی، عطار نیشابوری، رشید الدین فضل‌الله، سعدی، حافظ، اوفی، جامی و حمدالله مصطفی و کسان دیگر. یعنی در فاصله این گسست ها در دوران گسست هیچ اتفاقی نمیفته، ولی وقتی مملکت به سامان میره چهره های ادبی و فلسفی بروز میکنن. عرض کنم که صفوی ها 235 سال بر ایران حکم روایی کردند و در عصر صفوی است که یک گسست تاریخی دیگری به وجود میاد و زمینه های لازم برای حذف همه اندیشمندان به وجود میاد. میبینی که همه انسان‌های خردمند، شاعر، فیلسوف و نویسنده به هند کوچ می‌کنند و در دوران این 235 سال حکومت صفوی ما کسایی مثل کلیم کاشانی، محتشم کاشانی داریم که مرثیه‌گوی اهل بیت بود و تنها استثنای این دوره صائب تبریزی هست. و اگر شاعرانی در این عصر به خلق آثار مهمی پرداختن، شاعرانی بودند که از این مملکت کوچ کرده بودند. و دوران افشاری و زندیه چون دوران کشمکش بر سر قدرت بود، باز دوچار یک گسستی میشیم تا میرسیم به دوره قاجار و در دوره ناصرالدین شاه هست که یک رنسانس فرهنگی در ایران صورت میگیره، دارالفنون ایجاد میشه، محصل به اروپا فرستاده میشه، دروازه های تمدن غرب روی ایران گشوده میشه، بسیاری از روشنفکران ایرانی به اروپا سفر میکنن، تحت تاثیر فرهنگ و پدیده های علمی اونجا قرار میگیرند و وقتی که برمیگردند منجر میشه به انقلاب مشروطیت. و بعد دوره رضا شاه رو داریم و دوره محمد رضا شاه پهلوی رو که بسیاری از این روشن فکران دوران رضا شاه همان کسانی بودند که در این دوران انقلاب مشروطه خلق شده بودند، پرورش یافته بودند. دوران محمد رضا شاه پهلوی یک دوران بسیار بسیار خوب استثنایی هست که متاسفانه ما بعد در سال 1357 دوچار یک گسست تاریخی دوباره میشیم، آوار یک حکومت نکبت بر سرمون میریزه و 44 سال هستش که این گسست ادامه داره. میبینید که همه ارزش‌های اخلاقی و همه پدیده های علمی گذشته به کناری رونده میشن و اونچه که
به وجود میاد داره هیچ گونه ارزش فرهنگی نیست. ما امیدوارم در برنامه آینده بله. در این باره صحبت خواهیم کرد. بسیار درست است. جالبه. بحث فوق‌العاده‌ای بود. فوق‌العاده. من واقعا من که لذت بردم. ممنونم جناب آقای حسن رجبی جان. ممنونم از تماشاگران عزیزی که با ما بودن. ممنون از آقای امیر شهرتی کارگردان فنی گپ خدانو با ستاره ددا در تلویزیون ملی فارس. و یک سپاس دارم سپاس بیکران و یک درود دارم درود بی‌پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد با فدای ایران شب و روز. امید دیدم.